هر کدوم از ما از پشت قاب عینک خودمون به دنیا نگاه میکنیم. من فکر میکنم که قسمت‌های اصلی این قاب عینک رو مادرها و پدرهای ما میسازن به افتخارشون. بزرگترین درسی که مادرم به من داد احترام به هستی و حمایت و پاسداری از اون بود که من اینو موضوع رو سعی کردم در تمام ابعاد زندگیم به کار ببندم. همیشه با خودم فکر میکردم چطور ممکنه آدم بتونه کاری بکنه که دنیا جای بهتری برای زندگی کردن بشه. امروز همه جوابو نمیدونم، اما بخش مهم و اولین قدم اون رو میدونم و سعی کردم که تجربه بکنم. فکر میکنید انسان‌ها در اولین گام باید چیکار کنن که دنیا بتونه جای بهتری برای زندگی کردن بشه؟ اول از همه باید تغذیه‌شو درست کنن. دست از کشتار بی‌رحمانه موجودات دیگه برداریم. انسان وقتی یاد بگیره برای سیر کردن شکم خودش از یه موجود زنده دیگه سوء استفاده نکنه، کم کم یاد میگیره در مقابل خواسته های خودش هم به دیگران ستم نکنه. یاد گرفتم که نگهداری بکنم از حیوانات خونگی، فقط خونگی، مثل سگ و اسب و پرنده ها. و این قضیه حساسیت منو نسبت به طبیعت و حفظ اون بسیار بالا برد، تا اونجا که من سالهاست برای حفظ محیط زیست گیاه‌خوار شدم. حالا بعد از این اصلاح قدم بعدی چیه؟ موضوع اصلی صحبت امروز من. من همیشه باور داشتم شما اگر در یه جمع 20 نفره که به لحاظ اخلاق و روحیه دارای درک متقابل باشند رو کنار خودتون داشته باشید، در هر قسمتی از تاریخ و جغرافی چی فرقی نمی‌کنه قرار بگیرید، احساس خوشبختی میکنید. زندگی‌های قدیمی خودمون رو به خاطر بیاریم. ماها خیلی شاید یادمون نیاد دور یه حیات بزرگ چند نسل از یه خانواده زندگی میکردن. البته من هنوز این افتخار رو دارم که در خونه پدریم که به شکل عمودی هست و من در یکی از طبقاتش ساکن هستم، زیر سایه پدرم. بزرگترین منبع الهام خودم در زندگی رو طبیعت میدونم. طبیعت همه پاسخ‌ها رو در درون خودش داره. میتونه برای هر کدوم از ما یک معلم سختگیر رو درجه یک باشه. وقتی به طبیعت نگاه میکنیم، هیچ موجودی تنها نیست. کارها همه گروهی انجام میشه. تیم ورک. پس قدم بعدی در راه رسیدن به دنیای بهتر قرار گرفتن در گروه‌های اجتماعی خوب با اهداف درست هست که میتونه به خودشکوفایی ما کمک کنه. من به سبب روحیاتم همیشه سعی کردم در قالب یک گروه برای رسیدن به اهدافم تلاش کنم، دوش به دوش دیگر دوستانم و عزیزانم. این اجتماع کوچک باید هدف درستی رو دنبال کنه تا بتونه گروه سالم باقی بمونه. حالا من با این افکار باید از کجا شروع میکردم؟ چطور میتونستم آدمایی با آرمانهای مشترک با خودم پیدا کنم و این هدف گذاری رو با کمک اونا انجام بدم؟ تعیین هدف و تعریف مسیر و خط مشی توی این موارد بسیار مهم و تاثیرگذاره. کوچکترین اشتباهی ممکنه کلیت یه گروه رو با مشکل مواجه کنه و آدما رو دل سرد کنه. من به جرئت میتونم بگم وقتی توی کار گروهی که با یه کانسپت و یک مفهوم اولیه و خام وارد میشید، ممکنه اون ایده کلاً از طرف سایر اعضا تغییر و یا تا حذف بشه و ایده های دیگه ای جایگزین بشه. این خیلی مهمه که در بدو تشکیل یک گروه و یک تیم با یک طرح حساب شده، سنجیده و فکر شده وارد شد. نزدیک به 19 یا 20 ساله که از تأسیس گروه فیلارمونیک میگذره. اون زمان من خیلی جوان‌تر بودم. البته هنوزم جوانم. اون زمان ایده حضور در یک گروه به ذهنم خطور کرد و بعد داشتن یک گروه و رهبری کردن.
اول از همه باید به این فکر میکردم که چه آرزویی دارم و رسالت من در این دنیا چی هست. نگاهی به گذشته داشتم و توانایی که در آن زمان در من وجود داشت. در میان همه اونها که خیلی هم نبود، موسیقی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بود. بازه زمانی پرداختنم به موسیقی تقریبا نزدیک به طول عمرم بود. موسیقی رو از کودکی آموختم زیر نظر پدرم که نقش بسیار چشمگیری در موسیقی من داشت و هنوز هم حضورش روی صندلی های ردیف اول تالار وحدت بزرگترین قوت قلب منه. پدر من علاقه زیادی به موسیقی داشت و موزیسین هستن و چند سازو به خوبی می نواخت. همین باعث شده بود که ما بسیاری از سازهای موسیقی رو در خونه داشته باشیم. برای همین رنگ صدای انواع سازها از همون کودکی در ذهن من نقش بست. شاید همون نواها و رنگهای صدایی متنوع کودکی بود که در بزرگسالی از من یک رهبر موسیقی ساخت. پس می دونستم که می خواهم یک گروه موسیقی داشته باشم. حالا این گروه موسیقی متشکل از چه سازهایی باشه؟ من سازی رو انتخاب کردم که قدمت و تنوعش بیش از همه سازهای جهانه و تفاوت مهم و اساسی با تمام سازها داره. انسان به عنوان یک ساز، حنجره هر آدمی یک ساز منحصر به فرد. خوندن فرایند بسیار زیبا و منحصر به فردیه که نغمه ایجاد شده از درون موزیسین به بیرون تراوش میکنه و تمامی حال و احوال درونی رو به نمایش میذاره. آواز خوندن سهل و ممتنع، همکاریه که یک انسان شریف ولی بدون گذراندن دوره‌های آکادمیک موسیقی مثل یه چوپون میتونه انجام بده و میتونه در سطحی بالا در موسیقی تا حد بزرگان این وادی برسه، مثل پاوروتی. پس من مسیر خودم رو مشخص کردم. میخواستم یه گروه همخوان داشته باشم. خوشحالم که امروز گروه کور فیلارمونیک ایران هست. من و گروه هم چه خوشبخت و سعادتمند بودیم که موسیقی ما رو به هم پیوند داد. همونطور که گفتم، همیشه دوست داشتم کاری انجام بدم که دنیا جای بهتری برای زندگی کردن بشه. اجرای موسیقی فاخر در قالب یک کار گروهی رو وسیله بسیار مهم در رسیدن به این هدف میدونم. آرامش موسیقی و تقویت روحیه جمعی. این تفکر در من مربوط به امروز و دیروز نیست. وقتی به گذشته برمیگردم میبینم که از همون کودکی علاقه من بودم. در دوران مدرسه گروه هایی رو درست میکردم که اهل ذوق بودند و من سعی میکردم توی این گروه ها بخونم و سرپرستی بکنم. تمرین ها رو توی خونه انجام میدادیم. امروز هم تمرین های گروه کور در خونه پدریم انجام میشه. برای شروع کار کورال وارد گروه کور جوانان تالار وحدت شدم. تجربه خوبی بود و همزمان افتخار داشتم که در تئاترهای مرحوم استاد حمید سمندریان به عنوان آهنگساز حضور داشته باشم. پاره ای از مسائل باعث شد که من به همراه چند تن از دوستانم گروه خودمون رو تشکیل بدیم، گروهی که امروز به عنوان گروه کور فیلارمونیک ایران هست. همزمان به تدریس سولفژ و آواز می پرداختم. قسمت اصلی بدنه گروه کور از شاگردای خود من هستم و مرحوم نوری. برای شروع بعد از کتاب‌های سولفژ و نوت‌خوانی و آشنایی با زبان موسیقی می بود و اواخر کتاب‌های مقدماتی بود که بچه‌ها با ریتم آشنا می‌شدند، نوت‌ها رو درک می‌کردند، فواصل، گام‌ها و آکورد‌ها رو تشخیص می‌دادند و بعدش وارد مرحله صداسازی و آواز کلاسیک می‌شدند و بعدتر به عضویت گروه کور در می‌آمدند. در حوزه فعالیت هامون در موسیقی ایرانی و بیان شعر به زبان فارسی هم تجربه داریم. در بازه از فعالیت هامون با مرحوم نوری همکاری کردیم که در اون مقطع به احترام این عزیز استاد بزرگوار اسم گروه رو به گروه کور نوری تغییر دادیم. پس از رفتنشون
اسم رو مجدداً عوض کردیم. اپرای مانامانی از ساخته های عزیزمون استاد حسین دهلوی که برای اولین بار اجرا شد با حمایت گروه فیلارمونیک افتخار رو نصیب ما کرد. و همینطور کنسرت ایرانی داشتیم که با همکاری دوست خوبم سامان احتشامی به روی صحنه رفت و بازخوردهای خوبی داشت. همیشه به دوستانم توصیه میکنم گروه های کوچیک موسیقی تشکیل بدن. این گروه ها کوچیک ولی گام های بزرگی برای بهبود فرهنگ جامعه است. آموزش غیر مستقیم، حس مسئولیت پذیری، همکاری و تعاون مهمترین دستاوردهای کار گروهیه. هیچ وقت تک خونی و یه تک صدا نمیتونه به شما آموزش بده که چطور بتونی در موسیقی کنار نفر کنار دستیت حل بشی و صدای اون رو به عنوان مکمل صدای خودت بپذیری. یک کنسرت گروه کور تمام اون چه که ما از جامعه ایدئال بخوایم رو در خود داره. دو جنس زن و مرد دوشادوش بدون در نظر داشتن موقعیت‌های اجتماعی و نژاد و طبقه مالی در کنار هم یک هدف رو دنبال می‌کنن و سعی دارن در هماهنگی با دیگری موثرتر واقع شن. اگر بخوام یه جنبندی کوچیک از گفته‌هام داشته باشم، باید بگم عشق به طبیعت و انسان‌ها و تلاش برای ساخت جهانی بهتر ایده تشکیل گروه کور به عنوان محلی برای اجرای موسیقی و یک فضای صمیمانه برای کنار هم بودن و دوست داشتن هم همزمان با انجام فعالیت‌های مشترک فرهنگی در من شکل داد. امیدوارم هر کدوم از ما سبک خاصی که در زندگی شخصیمون انتخاب می‌کنیم کمترین آسیب رو برای خودمون، دیگران و هستی داشته باشیم و مانند والدینمون چیزی رو به این جهان اضافه کرده باشیم. حرف آخر: موسیقی، هنر، دانش، علم هدف نیستند، وسیله هایی هستند برای رسیدن ما به هدف نهایی. درود بر شما.